عورت ها بیشتر میشه. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزا با هدو از میکردن بله میفهمودن که پیر مرده یه پسرش کشاورز بود یه پسرش کوزگر. رفت یه سری به شوب بزنه به کشاورزه گفت کاروبار چطوره؟ گفت بذرا رو کاشتیم، اگه بارون بیاد که عالیه، اگه نه بدبختی. رفت پیش کوزگره گفت اوضاع چطوره؟ کوزگره گفت کوزه ها رو ساختیم چیدیم که جلو آفتاب خشک بشه، خدا کنه بارون نیاد وگرنه بدبختی. پیرمرده برگشت خونه، زنش گفت اوضاع چطوریه؟ پیرمرده گفت چه بارون بیاد چه بارون نیاد بدبختی. وضعیت نظام و مقام عظما به طور خلاصه اینطوریه: گذشته که حالشو گرفته، آینده که حالی برای رسیدنش نمونده، حالی که حال آدمو به هم میزنه. آی دکتر، نمیتونیم یه طوری یواشی حرفای قبلی رو که زدیم پس بگیریم؟ آخه بدیش اینه که وقتی قپی علکی بیای همه وای میسن نگاه میکنن که بعد چه کار میکنی. نمیتونی همینجوری سر قرار کچ کنی و دور بزنی. مرحوم بابوی همیشه میفهمودن بزن بادر. عرض میکردم بله. میفهمودن مشنگه رفته بود باشگاه یک مرسی یکنی و من گفت داش این دنبل 40 کیلویی رو لازم داری؟ مشنگه اومد FM یا جره بقیه گفت آره داش میخوام بزنم. اونم گفت باشه. رفت همون کنار نشست ببینه این میزنه یا نه. تازه غضبناک هم نگاه میکرد که اگه نزنه فکشو براش بزنه. هیچی دیگه، طرف با جون کندن دو تا زد، خلاصه خون دماغ و کمردرد و تشنج گرفت، ولی فکشو حفظ کرد. آیه دکتر، بحث بودجه رو میخواستم بگم، چرا اینطور شد؟ تو مجلس هم دعوا شد، این همه بحث امید درمانی اینا کجا رفت؟ چرا بودجه دوباره ناامید کننده شد آیه دکتر؟ امید درمانی خورد به لب جدول. دروغ و حق بازی خب بدیش اینه تا یه جا میبرتت بعد یهو میذارتت. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن با هدو. عرض میکردن بله. میفهمودن وکیله برای دفاع از متهم که متهم دوزی هم بود دیگه گو آقا این طفلی فقط دستشو از ویترین طلا فروشی کرده تو، عدالت حکم نمیکنه که برای مجازات یک عضو بدن همه بدن مجازات بشه و بیفته تو زندان. قاضی زبل بود گفت راست میگی، پس من حکم حبس رو فقط برای دستش صادر میکنم، میل خودشه کنار دستش بمونه یا جدا بشه بره. متهمم از این پیچیده تر بود، دست مصنوعیشو در آورد گذاشت رو میز گفت خدمت شما، یه پوزخندی هم زد. آیا دکتر این مثال که بحث شما رو ضایع کرد، دوزه با دروغی نجات پیدا کرد. دندون رو جگه بذار، هنوز داستان تموم نشده. اونم مثل تو ذوق کرد، ولی تا اومد بره قاضی گفت بیای نگاه پنجره بکن، اون چهار تا مرسی اکر 120 کیلو به بالا رو میبینی؟ پسرای طلا فروشن که قسم خوردن تیکه تیکت کنن. منم که خب قصاص قبل از جنایت نمیتونم بکنم، ولی قول میدم هر کدومشون تو رو بکشه خودم محاکمش کنم، هرچند ممکنه به درد تو نخوره. حالا برو روحت شاد. دزده برگشت دست قاضی رو بوسید گفت زودتر برم زندون که وقت عزیز شما تلف نشه. روشن شد یا برفستمت که بری دست قاضی ببوسی. آیه دکتر، این سفارتخونه های ما تو اروپا سفارتخونه یا زلیل خونه؟ سفیرمون تو آلبانی رو با خفت و خاری بیرون کردن. خفت و خاری میخوای؟ چرا اونجا رو نگاه میکنی؟ بیا بیخ گوش خودمون نگاه بکن. خفت اینجاست که یه مشنگی عین بهرام قاسمی رو گذاشتیم سخنگوی وزارت خارجه که جواب این حرفا رو بده. همه دنیا میفهمن که دیگه آدم نداریم تو نظام که رسیدیم به این. مشنگ دکتر گفتم چه کار کردین؟ میگه از طرق مقتضی اعتراض کردیم. میخواد ادای سخنگوهای درست حسابی کشورهای درست حسابی رو در بیاره. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض کردم بله. میفرمودن که طرف تو قهوه خونه یه افهی اومده به قهوه چی گفت همو همیشگی. قهوه چی ما نزدیک بهش گفت خفه بمیر بابا، این اداها مال رستوران گرون قیمته، این بچه آدم بگو چی کوف میکنی. دکتر تو این برنامه تصویر خیلی سیاهی از نظام ارائه کردین، ولی مقام عظما گفتن اینا هیچ کدوم بدبختی نیست، بدبختی تو بنبسته که ما هم نداریم. خب شاید اون موقع که این حرف رو زدن گرم بودن نمیفهمیدن چی دارن میگن. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله. میفهمودن تو جبهه داشتن جسدها رو جمع میکردن تو گونی، یکی گفت من زنده‌ام کجا میبرین،
مشنگک و خفش و بی برسگونی مردی ولی گرمی حالید نیست. دکتر خجالت هم خوب چیزی از مقام عظما که هنوز نمارده که تو داری خجالت خوب چیزی به مقام عظما بود که یه حرفا را نظره کنم آقا یه حرف جاش که چیه تو به مقام عظما بکنی دوستان عزیز، رسیدیم به پایان وقت برنامه. خیلی ممنونم که با ما همراه بودید. امیدوارم که در خلال هفته با ما در ارتباط باشید از طریق سایت پیک شادی و همینطور حساب‌های پیک شادی در شبکه‌های مختلف اجتماعی که آدرس‌هاشون رو در زیر صفحه ملاحظه می‌کنید. در پایان برنامه یه بار دیگه سال نو مسیحی رو خدمت همه شما، به خصوص هموطنان عزیز مسیحیمون، تبریک می‌گم و امیدوارم که سال نو سالی باشه سرشار از پیروزی و بهروزی برای همه شما عزیزان. تا دیدار بعدی، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.